امسال با این ترکیبی که چیده شده با بازیکنایی که حالا اونایی که دیگه نهایی شده و مربی اینها، به نظر شما امسال اتفاق خوب میفته؟ طرفدار استقلال خوشحالی خواهند کرد داخل لیگ؟ خیلی مسئولین تلاش میکنن که استقلال بتونه امسال بتونه موفق بشه، ولی این کار خیلی سخته. نه مربیمون اومده، نه بازیکنان مشخصه. بازیکنانی که مثلا گرفتن از رو نکردن که کیا رو گرفتن، کیا رو تمدید کردن. بالاخره هوادارا همه نگرانن. من ندیم محمدی، خودم به عنوان استقلالی میرم تو خیابون تو کوچه، همه به من میگن، میگن آقا چرا استقلال اینجوری شده؟ بالاخره ما هم تو این باشگاه بازی کردیم، میشناسن تو کوچه خیابون، به خاطرمون. واسه ما هم سخته، واسه ما هم سواله که چرا استقلال سری جمع نمیشه، این اتفاق افتاده. باید سری جمع کنن که بتونن تیم شروع کنه تمریناتشو. هوادار از نگرانی در بیان. ببینید شما، این هوادارا الان نیستن، اینا رو امثال نرچگر، مختاری فر، فنونی زاده، چنگیز، مرفاوی، اینا جمع کرده. حالا ما هم یه گوشش بودیم، به خاطرمون اینا رو باید حفظ کنیم. الان این اتفاقات داره میفته، رو راست بگم استقلالی ها دارن کمتر میشن. ببینید تیم که جام نیاره، هواداره استقلال داره کمتر میشه. شک نکنید با این شرایط هوادارای جدید، نسل جدید که میخوان استقلالی شن، به خاطر اینکه جام نمیگیره، شک نکنید که کمتر میشه. من یادم بازی جوبلو باتا 120 هزار تا استقلالی اومده بود. داریم مگه؟ تا حالا تکرار نشده. به خاطرمون، به خاطر چی بود؟ به خاطر نتایج بود. پور هیدریا، حجازیا، این تیم زحمت کشید. یعنی من متوجه نمیشم. ما فکر می‌کردیم که استقلالیا و پرسپولیس میگن که ما طرفداری تیممون تو خونمون عین لیورپولیا 40 سال وامیستن تا مثلا یه قهرمانی بگیرن. درسته. ولی موقعی که شما تیمت نتیجه نگیره دل سرد میشی دیگه. طبیعتاً دیگه اون رنگ هم از ذهنت میره. تیم نتیجه نگیره، هوادارا نتیجه میخوان. استقلال پرسپولیس نتیجه میخواد. استقلال پرسپولیس کسی دیدی که آدی به من حالا تو کوچه خیابون ببینتت بگه که آقا من مثلا پرسپولیسی بودم اومدم استقلالی شدم؟ اینقدی هم چون بازیکنات در دوازدهتاش این کار کردن، هوادارم دیدی اینجوری بکنه؟ خیلی کم ده. ولی دیدی؟ خیلی. بله من یادت بابا بگی بله. کجا بوده چی گفته؟ مثلا مخصوصا سمپاینا اینجوری مثلا سری احساسی میشن، تیم نتیجه نمیگیره، سری تیمشون رو عوض میکنن. اکثرا سمپاین این تصمیم میگیره، ولی سمبالا نه، خیلی سخته. میگه خونمون آبیه، خونمون قرمز. این خیلی متشکرم. حتی شما تبریزم بودین فکر کنم از این دوستایی که اصلا میگن نه استقلال نه پرسپولیس فقط تراکتور اینا هم که زیاد آره دیدی. من خودم 3 سال تراکتور بازی کردم. یه یادگاری هم تو ابروم هست تراکتور سازه. 6 تا بخیه خورده اون موقع بازی با ابو مسلم که آقای عزیزی گذاشت، یکیش تو تبریز باختیم. ولی تراکتور، من فوتبالمو مدیون تراکتورم، چون اولین باری که تیم ملی دعوت شدم از تراکتور سازه.